هر روز خبرهای بیشتری میرسه که نشون میده عزم حکومت برای طبقاتی کردن اینترنت جدیه یعنی تبعیض آشکار بین اقشار و طبقات مختلف و حتی خودی ها و ناخودی ها برای دسترسی به اینترنت کمی پس از شروع اعتراضات سراسری در ایران از شب 29 شهری بر ماه اینترنت در تمام کشور در اغلب ساعات قطع محدود و مختل شد و دسترسی به دو اپ مهم و محبوب اینستاگرام و واتساپ هم قطع شد و تا الان همین اختلال ادامه داره حالا گفته شده که طرح اینترنت طبقاتی هم داره شروع میشه اینترنت طبقاتی یه الگوی تعیین سطح دسترسی مردم به اینترنت و فیلتر کردن اونه که نمونهش در چین هم وجود داره. بر اساس این سر دسترسی به محتوای اینترنت جهانی به چند طبقه تقسیم میشه البته همین الان هم گروه های خاص مثل سپاه پاسداران و حوزه های علمی به اینترنت بدون سانسور دسترسی دارند مثلا اعلام شده به برنامه نویسان و کاربران حرفه ای اینترنت با کیفیت بهتر تعلق میگیره و گفته شده بعضی از استادای دانشگاه هم به اینترنت بدون فیلتر دسترسی دارند بر اساس این طرح مردم به اینترنت داخلی هدایت میشن موتورهای جستجو اپ و انواع شبکه های اجتماعی داخلی خیلی جایگزین اپ‌های محبوبی مثل اینستاگرام، توییتر و موتورهای جستجوی محبوب مثل گوگل میشن. این در حالیه که سرمایه گذاری ده ساله حکومت برای راه اندازی رسانه‌های اجتماعی و پیام رسانه های داخلی شکست خورده. اینترنت طبقاتی که کاربرد اون رو در جریان اعتراضات سال 98 دیدیم که حکومت اینترنت رو به مدت ده روز در کل کشور قطع کرد ولی در این حال خودی‌ها و حتی بعضی از خبرنگاران به اینترنت دسترسی داشتند. جمهوری اسلامی از نظر آزادی اینترنت که یکی از بدترین کشورهای جهانه این نمودار وضعیت آزادی اینترنت در مورد ایران رو نشون میده که وضعش از اغلب کشورهای همسایش بدتره در حالی که رسانه های داخلی دارن درباره اینترنت طبقاتی حرف میزنن و شواهد زیادی ها که از اونه که این طرح داره اجرا میشه همین امروز وزیر ارتباطات گفته که چیزی به اسم اینترنت طبقاتی نداریم و همه مردم برای ما خاص هستند. برای گفتگوی بیشتر همراه میشیم با مهدی